افزایش سرسام‌آور هزینه مواد خوراکی و کاهش قدرت خرید مردم ضمن کاستن از رونق بازار غذا بسیاری از رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها را هم با خطر ورشکستگی روبرو کرده، موضوعی که به بحران بیکاری در ایران دامن خواهد زد. مهدی آقا زمانی گزارش می‌دهد. یه پرس چلو کباب، یه پیتزا و یا حتی یک ساندویج همبرگر این روزها در اغلب رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها اونقدر گرون هست که کسی تمایل به خوردنش نداشته باشه. جدای از رستوران‌های لاکچری که پایه قیمت هر پرس از غذاهاشون اغلب از 150 هزار تومان به بالا در منوها درج شده، حتی ساندویجی‌ها هم نمیتونن قیمت‌ها رو فقط برای یک هفته هم که شده تضمین کنن. در اغذیه فروشی ها موج جدید گرانی از جهش 13% قیمت آرد کلید خورد که قیمت نون فانتزی رو به نحو فزاینده‌ای بالا برد، تا اونجا که حتی قیمت نان از محتویات داخل ساندویچ بیشتر شد. اما در یک ماه گذشته این روند گرانی همچنان ادامه داره و با گران شدن گوشت و فراورده های پروتئینی مانند سوسیس و کالباس، همین امروز خوردن یه فست فود به اندازه یک شام مجلسی در نوروز همین امسال خرج برمی‌داره. باور کردنی نیست، اما یه ساندویج همبرگر ساده بسته به مخلفاتی که در اون گذاشته میشه از 60 تا 100 هزار تومان آب می‌خوره. اغذیه فروشان جدای از گرانی نان، گوشت و مواد پروتئینی، افزایش چشمگیر قیمت روغن، رب و انواع سس‌ها رو هم در بریده شدن پای مشتری‌ها از مغازه‌هاشون دخیل می‌دونند. اوضاع در رستوران‌ها اگر بدتر نباشه، بهتر نیست. 1-2 میلیون تومان برای یک میز شام 4 نفره در خیلی از رستوران‌ها امری پیش پا افتاده است، اما گزافی این رقم وقتی خود نمایی می‌کنه که بدونیم معادل نصف پایه حقوق مسبب وزارت کاره. یعنی با حقوق یک ماه یک کارگر اگر هیچ هزینه‌ای نداشته باشه، فقط میشه 2-3 شب در رستوران شام خورد. کارشناسان هشدار میدن گرونی ها که بیرونقی رستوران ها و فست‌فود ها و اغذیه فروشی های کوچک رو به همراه آورده، در کنار هزینه های کمرشکن دیگه مانند اجاره محل کسب، هزینه های آب و برق و گاز و عوارض شهرداری، سونامی ورشکستگی و تعطیلی واحد های صنفی در این بازار و بیکاری ده ها هزار فرد شاغل در اون رو به بار خواهد آورد.